سلام بر شما خوش آمدید به بخش خبر تلویزیون ایران فردا من فریبا شیرازی هستم جان کری وزیر خارجه آمریکا تاکید کرده دولت اوباما در مسیر دستیابی به توافق نهایی هسته با ایران قصد ندارد کنگره آمریکا را دور بزند به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس آقای کری گفته بررسی موضوع تعلیق تحریم ها گام است که انجام آن در دست رئیس جمهوری است اما این اقدام به هیچ وجه به معنای دور زدن کنگره نیست و دولت آمریکا تعامل جدی و تنگاتنگی با کنگره خواهد داشت بیشتر شماری از نمایندگان کنگره آمریکا از آنچه دور زدن کنگره در مسیر رسیدن ایران و کشورهای پنج به علاوه یک به توافق هسته‌ای مینامیدند ابراز نگرانی کرده بودند سامانتا پاور نماینده ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد اسید پاشی های صورت گرفته در اسفان را حملات غیر انسانی توصیف کرد. به گزارش صدای آمریکا خانم پاور روز چهارشنبه گفت آمریکا کاملا این حملات غیر انسانی علیه زنان در ایران را که گفته می شود به خاطر نداشتن حجاب بوده محکوم می کند. نماینده آمریکا در سازمان ملل همچنین با اشاره به تظاهرات روز چهارشنبه ایرانیان معترض در تهران و اصفهان به اسیدپاشی ها گفته تظاهرات ایرانیان که خواستار اقدامات اقدام مقامات ایران در این باره شدند نمایش چشمگیر همبستگی با زنان ایران است اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی میگوید سرنخهای از عامل اسیدپاشی در اصفهان به دست آمده و به نظر میرسد این اقدام توسط یک نفر انجام شده است سخنان وی در پی تجمعات اخیر مردم اصفهان و تهران در اعتراض به اسیدپاشی‌ها بیان شده است به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی با اعلام اینکه سرنخهایی از عامل اسید پاشی در اسفهان به دست آمده است گفت بر اساس آنچه که قربانیان این حوادث اعلام کردند به نظر می رسد این اقدام توسط یک نفر انجام شده است آقای احمدی مقدم سپس تاکید کرد که هنوز از نیت اجرای این عمل اطلاعی در دست نیست اما او در عین حال بحث حجاب را هم در این رخداد نامربوط دانست وی اظهار داشت رسانه های خارجی قصد دارند این موضوع را با مسائل حجاب پیوند بزنند در حالی که قربانیان این حادثه از افراد مومن و خانواده های متدین بودند به گفته آقای احمدی مقدم طی دو تا سه سال گذشته جمعاً هفت تا هشت مورد اسید پاشی در اصفهان رخ داده است در این حال برخی از شهروندان اصفهان نیز از دریافت پیامهای هشدارآمیز درباره اسیدپاشی در صورت رعایت نکردن هجاب خبر دادند. هانیه یکی از دختران اسفهانی در گزارشی که خبرگزاری ایسنا روز 27 مهر منتشر کرده گفت که از یک شماره ناشناس خوشداری را دریافت کرده که اگر هجابش را رایت نکند به او اسید پاشی می شود. <applause>

در همین حال در تجمع تهران در مقابل مجلس شورای اسلامی چند تن از مردان حاضر در تجمع از سوی نیروهای انتظامی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. محمد نوریزاد هنگامی که مشغول عکس برداری بود توسط لباس شخصی های حاضر در تجمع مورد ضرب و شتم قرار گرفت و با خودروی نیروی انتظامی به کلانتری بهارستان منتقل شد. اما برخی دیگر از مردان حاضر که مورد تعرض قرار گرفتند با شعارهای حاضران از جمله نیروی انتظامی حمایت حمایت و نیز نیروی انتظامی ولش کن اسید پاش رو دستگیر کن از دست پلیس رهایی یافتند

در تجمع تهران شعارهای اسید پاشی، جنایت قانونگذار حمایت ما زنیم انسانیم شهروند این دیاریم اما حقی نداریم آمرین جنایت مجازات مجازات قوانین ضد زن ملقا باید گردد آلیا آلیا خجالت خجالت مجلس دولت حمایت حمایت سر داده شد همچنین مردم تهران پلاکارت هایی با این مزامین حمل می کردن. قتل های زنجیری برابر است با اسید پاشی زنجیری طرح سیانت از حریم هجاب و افاف تبعیض آشکار علیه زنان است طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را از دستور کار مجلس خارج کنید داعش آنی می کشد اسید پاش کش می کند در خبری دیگر هم محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج با حمله به گروهی از رسانه های ایران مدعی شده که اسید پاشها در اصفهان به احتمال فراوان با سرویس‌های اطلاعاتی غرب در ارتباط هستند. آقای نقدی با رد نقش حزب یا بسیج در اسید پاشی های اخیر اصفهان گفته مرتبط کردن این فعل حرام و شیطانی با نحی از منکر کار حساب شده عوامل رسانه‌ای بیگانه است به افزوده این عوامل رسانه‌ای تلاش می‌کنند با خشن نشان دادن حزب الله زمینه را برای بازگشت تجدید نظر طلبان به عرصه سیاسی و انتخابات فراهم کنند رئیس سازمان بسیج خطاب به رسانه های فاسد و روزنامه های زنجیره ای نیز گفته شما کور خانده اید که مردم بازی این جریانات را بخورند. وی به وزارت ارشاد و هیئت نظارت بر مطبوعات گفته نباید اجازه دهند این رسانه های فاسد و قرب زده اسید پاشی ها را با امر به معروف و نحی از منکر مرتبط و ارزش را تضعیف کنند. نقدی در ادامه سخنان خود از اسید پاش ها به عنوان مفسد فل ارز نام برده و از دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی خواسته عوامل این اقدام را دستگیر و قصاص کنند. در روزهای گذشته تعدادی از مسئولین جمهوری اسلامی ضمن تکسی به ارتباط موضوع اسید پاشی با موضوع حجاب و امر به معروف و نحی از منکر رسانه های فارسی زبان در خارج از کشور را متهم کردند که قصد دارند اسید پاشی های را با این موضوعات مرتبط کنند. این در حالی است که برخی از نمایندگان استان اصفهان در مجلس پیش از این ارتباط این اسید پاشی ها با موضوع امر به معروف و نحی از منکر را تاکید کرده بودند. علی خامنه ای در دیدار جمعی از نخبگان علمی با بیان اینکه هر گونه وقفه در حرکت علمی کشور با عقبگرد همراه است گفته سرعت پیشرفتمان خوب است اما عقب ماندگی آنقدر زیاد است که سرعت پیشرفت افاقه نکرده است آقای خامنه ای اداره کشور بر مبنای فروش ذخایر زیرزمینی را به بچه پولداری ملی تشبیه کرده و گفته بچه پولدارها قدر پول خود را نمی دانند و آن را بیهوده خرج می کنند و اداره کشور بر مبنای فروش نفت خام نیز شبیه همین ماجرا است رهبر جمهوری اسلامی اتکای برنامه‌ریزی اقتصادی کشور به درآمدهای نفتی را سپردن اقتصاد ایران به سیاستگزاران کلان جهانی خواند و با اشاره به نوسانات شدید قیمت بینون مللی نفت افزود کشوری که اقتصاد خود را اینگونه برنامه ریزی کند آیندهش معلوم است. محمد تقیه مصباح یزدی از صدور پیام تسلیت به مناسبت درگذشت محمد رضا مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان رهبری خودداری کرده است. مهدوی کنی روز استشنبه پس از پنج ماه کما درگذشت و بسیاری از مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی پیام های تسلیتی در این خصوص صادر کردند. مصباح یزدی و مهدوی کنی اختلاف دیرینه و عمیقی با یکدیگر داشتند که این اختلاف منجر به بروز شکافی عمیق در جریان محافظ کاران شد که همچنان نیز ادامه دارد. صادق عمولی لاریجانی رئیس قوه قضایی همسو با احمد جنتی دبیر شورای نگهبان یک روز پس از مرگ رئیس مجلس خبرگان رهبری هشدار داد این قوه اجازه نخواهد داد فتنگران دوباره سر برابرند و قوه قضایی برخورد و ایستادگی در برابر فتنه را در دستور کار قرار دارد. با مرگ محمد رضا مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان رهبری دور جدید حملات و تهدیدهای حامیان علی علیه خامنه‌ای علیه اصلاح طلبان و کسانی که فتنگر خوانده می‌شوند افزایش یافته است. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نیز روز سهشنبه با هشدار نسبت به سربرآوردن فتنگران خواستار برخورد با کسانی شد که به گفته وی ممکن است در آینده تهدیدی علیه نظام شوند حامیان علی خامنه ای از غصد اکبر حاشمی رفسنجانی حسن روحانی محمد خاتمی و حسن خمینی برای تغییر احتمالی ترکیب مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی به شدت نگران هستند شرکت هواپیماسازی بوینگ اعلام کرده برای نخستین بار پس از انقلاب 57 محصولاتی برای بهبود امنیت هواپیماهای مسافربری به ایران فروخته است این محصولات شامل نمودارهای ناوبری و دستور عمل کرده است و قطعات یدکی را در بر نمیگیرد به گزارش خبرگزاری رویترز بوینگ گفت که دستور کرد نقشه ها نمودارهای ناوبری و دادههایی را به شرکت هواپیمایی ایران فروخته تا به بهبود ایمنی صنعت هوانوردی غیر نظامی ایران کمک کند این فروش شامل قطعات نمی شود هواپیماهای بوئینگ ناوگان هوایی ایران ایر به خاطر قدیمی بودن نیازمند سرویس جدی با کمک قطعات تازه هستند. بوینگ و همچنین شرکت عظیم جنرال الکتریک آمریکا ابتدا شش ماه قبل در ماه آوریل گفتند که موفق به کسب مجوز به صدور قطعات یدکی هاپی به جمهوری اسلامی از وزارت دارایی آمریکا شدند. سخنگوی بوئینگ در آن زمان تاکید کرد که این مجوز تنها اجازه فروش قطعات مسافر مسافربری را می دهد که پیش از سال 1979 به ایران فروخته شده و بوئینگ اجازه نخواهد داشت در ارتباط با هایی که پس از این تاریخ به ایران فروخته شده معامله ای را با جمهوری اسلامی انجام دهد او همچنین گفت قطعاتی که این مجوز اجازه فروش آنها را صادر کرده به آن دسته از قطعات محدود می شوند که برای ایمنی پروازها ضروری هم. شرکت جنرال الکتریک هم که بزرگترین قطع ساز هاپیما در جهان است آن زمان گفت که اجازه یافته تعدادی از موتورهای هاپیماهای فروخته شده به ایران را بازرسی و تعمیر کند آن مجوز به خاطر تخفیف موقتی تحریم ها بر اساس توافق مقدماتی میان جمهوری اسلامی و گروه پنج به علاوه یک برای حل اختلافات مربوط به برنامه اتمی جمهوری اسلامی ممکن شد. به گزارش رویترز بوینگ می گوید که امکان دارد در آینده قطعات را به ایران بفروشد اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد. ناوگان هاپیمای مسافربری ایران سال هاست که بر اثر تحریم های آمریکا از معامله مستقیم با بوئینگ و جنرال الکتریک محروم بوده است. جمهوری اسلامی میگوید تحریم های آمریکا در سال های گذشته اجازه نوسازی و ترمیم ناوگان هاپیمای مسافربری را به این کشور نداده است. دولت بریتانیا تصمیم گرفته که فعالیت های اخوان المسلمین در این کشور را به شدت کنترل کند. به گزارش رسانه های بریتانیایی، تصمیم لندن در ایجاد محدودیت و کنترل فعالیت اخوان المسلمین و نهادهای این تشکل اسلامگرا پس از آن گرفته شد که بررسی ها نشان داد این گروه به افرادگرایی و خشونت گرایش دارد. دوید کامرون نخست وزیر بریتانیا دیروز چهارشنبه برنامه را برای کنترل قانونی فعالیت موسسات خیریه و جلوگیری از جمعآوری کمک های مالی برای گروه های تروریستی اعلام کرد. روزنامه بریتانیایی دیلی تلگراف در گزارش نوشت این محدودیت ها شامل تمام مؤسسات خیریه مرتبط با اخوان المسلمین در لندن می شود. رجب طیب بردوغان رئیس جمهوری ترکیه ارسال هوایی تسلیحات به جنگجویان کرد کوبانی توسط آمریکا را اقدامی اشتباه توصیف کرد و گفت بخشی از این تسلیحات به دست گروه خلافت اسلامی افتاده است در روزهای گذشته گروه خلافت اسلامی ویدیویی را منتشر کرده که در آن نشان داده می شود بخشی از این تسلیحات به دست جنگجویان این گروه افتاده است رئیس جمهوری ترکیه پیش از این پیشنهاد کرده بود پیشمرگه های اقلیم کردستان عراق از خاک ترکیه برای دفاع از شهر کوبانی به این شهر اعزام شوند. پارلمان اقلیم کردستان عراق روز چهارشنبه اعزام پیشمرگه ها را به شهر کوبانی در سوریه تصویب کرد. همانطور که به اطلاع رسید پارلمان اقلیم کردستان عراق به درخواست مسعود بارزانی مبنی بر اعزام 200 نیروی پیشمرگه کرد به کوبانی رأی مثبت داد مقامات این پارلمان میگویند ترکیه نیز با عبور این نیروها از خاک آن کشور به سوریه موافقت کرده است میسان بختیاری خبرنگار ما از ترکیه و جزئیات بیشتر اگرچه احمد داود اغلو نخواست وزیر ترکیه میگوید هنوز روند عبور پیشمرگ کرد اراقی از خاک ترکیه آغاز نشده اما روز گذشته هم پارلمان اقلیم کردستان و هم برخی رسانهای ترکیه خبر از موافقت اولیه ترکیه برای عبور دویس پیشمرگای کرد از خاک این کشور رو دادن های داود اغلو در رابطه با موافقت ترکیه با عبور پیشمرگ کرد اراقی گفت که ما به دلایل امنیتی و سری بودن مسئله نمیتونیم گذرگاه های عبور پیشمرگه ها رو اعلام کنیم این موضوع سری هست ولی مذاکرات همچنان در این باره ادامه داره او گفت که همکاری با پیشمرگه ها با هدف لوجستیکی و انسانی امکان پذیر هست با این همه او تاکید کرده که ترکیه هر گونه کمکی رو برای یاری به کوبانی که لازم باشه انجام میده و تصمیم اخیر در رابطه با عبور پیشمرگاه از خاک این کشور هم در راستای همین کمک رسانی به کوبانی بوده. البته های داود اغلو بر این نکته هم تاکید کرد که این اجازه عبور تنها مربوط به پیشمرگای کره عراق هست چرا که اونها زیر نظر پارلمان اقلیم کردستان به سوریه اعزام میشن اما ترکیه به نیروهای پیکاکا اجازه نخواهد داد از مرز این کشور وارد کوبانی بشن چرا که به گفته آقای داو اغلو این سازمان تروریستی در طی دهه های اخیر دستش به خون مردم ترکیه آغشته است و عامل ناامنی و ویرانی در شهرهای این کشور بوده در همین رابطه پیشتر مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق از پارلمان این اقلیم خواسته بود با اعزام پیشمرگ های کرد عراقی به سوریه موافقت کنه جلسه روز چهارشنبه پارلمان اقلیم کردستان عراق هم پیرامون بررسی این موضوع برگزار شد که نمایندگان پارلمان این اقلیم هم به این درخواست رأی مثبت دادن البته اطلاعات بیشتری پیرامون این موضوع در رسانه‌های ترکیه فعلا منتشر نشده تنها گفته شده که این دویست نیروی پیشمرگه کرد با سلاحهای سنگین از طریق خاک ترکیه به کوبانی وارد خواهند شد با وجودی که ترکیه تاکید کرده که کمکهای خودش رو به کوبانی ادامه خواهد داد اما روز گذشته آقای اردوغان از اقدام یکجانبه امریکا برای ارسال سلاح و مهمات برای مدافعین کوبانی انتقاد کرد ترکیه البته نگران هست که سلاحایی که به کوبانی فرستاده میشه موجب تجهیز و تقویت بیشتر پیده یا همون شاخه نظامی حزب اتحاد دموکراتیک سوریه بشه چرا که ترکیه این حزب رو هم ردیف و شاخه از پکاکا میدونه با این حال امریکا در نگرشی متفاوت گفته که اگر چه اساسیت ترکیه رو درباره پکاکا درک میکنه و این سازمان رو یک سازمان تروریستی قلم داد میکنه اما پیده رو یک سازمان تروریستی نمیدونه و این گروه در جلوگیری از حملات داعش نیروی مناسبی هست پلیس اسرائیل میگوید فردی با خودرو به افراد حاضر در یک ایستگاه شلوغ قطار شهری حمله کرده است بر اساس این گزارش یک کودک خردسال در جریان این حمله کشته و هشت نفر زخمی شدند سخنگوی پلیس گفته است ماموران پلیس راننده این خودرو را که قصد داشت پیاده از محل بگریزد با گلوله زدند این ایستگاه قطار در نزدیکی مقر اصلی پلیس اسرائیل واقع است پلیس اسرائیل میگوید که در حال بررسی این حمله است اما احتمال زیادی وجود دارد که این حمله یک حمله ی تروریستی بوده است بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم پیمانان محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی را مسئول این حمله دانسته است شب گذشته دو انفجار قوی در بغداد رخ داد که تعدادی از شهروندان این شهر کشته و زخمی شدند. انفجار نخست ساعت 24 دقیقه چهارشنبه شب رخ داد که در پی آن یک خودروی بمب گذاری شده در منطقه کراده در مرکز شهر منفجر شد و انفجار دوم هم ساعتی بعد در شهرک صدر در شرق بغداد رخ داد که تعدادی کشته و زخمی به همراه داشت. پارلمان کانادا و دو نقطه دیگر از اتاوا پایتخت این کشور روز چهارشنبه سیوم مهر شاهد حملات مسلحانه ای بود که به مرگ یکی از سربازانی که در کنار بنای یادبود جنگ نگهبانی میداد انجامید. خبرگزاری آسو شترپرس به نقل از پلیس کانادا گزارش داده سه مورد تیراندازی رخ داده و یک مهاجم کشته شده است. اما مهاجم یا مهاجمان احتمالی دیگر تحت تعقیب هستند. چاک سخنگوی پلیس اتاوا در این رابطه گفت سه تیراندازی روز چهارشنبه روی داده که یکی در بنای یادبود جنگ، یکی دیگر در ساختمان پارلمان و حمله دیگر در یک مرکز خرید بوده است. به افزود، این حملات در شعای یک و نیم کیلومتری و به طور تقریبا همزمان انجام شده است. در این حال، یک بیمارستان در اتاوا اعلام کرده که سه مجروح ناشی از این حملات را بستری کرده که حال دو تن از آنها خوب است. اما سربازی که در پی این حمله در بنای یادبود جنگ تیر خورده کشته شده است. با کشته شدن یکی از مهاجمان، عملیات تعقیب پلیس برای مهاجم یا مهاجمان دیگر در جریان است. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که ساختمان پارلمان محصور شده و استیون هارپر نخست وزیر کانادا هم به مکانی ام منتقل شده است. این خبرگزاری به نقل از یک کارگر ساختمانی که در نزدیکی پارلمان حضور داشته جزیات بیشتری از ماجرا را شرح داده است به گفته او یک مرد مسلح که لباس سیاه بر تن داشت و با یک پارچه سر و صورت خود را پوشانده بود با در دست داشتن یک اسلحه به داخل ساختمان گریخته است وی در ادامه گفت که فرد مسلح از کنار یک زن و کودک گذشت و جلوی یک ماشین را گرفت و بعد از ربودن خودرو به محوطه پارلمان رفت رویترز همچنین گزارش داده باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفتگویی تلفنی با سیفون هارپر نخست وزیر کانادا در مورد این حمله داشته است روز دوشنبه گذشته نیز یک شهروند 25 ساله کانادایی که به گروه های اسلامی افراطی گرویده بود دو سرباز کانادایی را در محفظه پارکینگی در کپک زیر گرفت و یکی از آنها را کشت اما در نهایت خود او نیز در تعقیب و گریز با پلیس کشته شد در پی این واقع کانادا آماده باش امنیتی خود را از حالت عادی به متوسط افزایش داد. این شخص چهار ماه قبل هنگامی که میخواست به ترکیه پرواز کند به زن پیوستن به نیروهای افراطی اسلامگرا در سوریه بازداشت و سپس رها شده بود حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز گذشته محمود نیلی را به عنوان وزیر پیشنهادی علوم به مجلس معرفی کرد آقای نیلی سرپرست دانشگاه تهران رئیس اسبق دانشکده فنی معاون فنی و پژوهشی نیروی هوایی سپاه پاسداران و مدیر بخش مهندسی جهاد دانشگاهی دانشگاه شیراز بود رضا فرجه دونو وزیر پیشین علوم در پی افشای ماجرای بورسیه ها با تلاش نمایندگان جبهه پایداری در مجلس در مرداد ماه گذشته استیزاه و برکنار شد به دنبال بارندگی های روز سهشنبه حدود یک هزار نفر با علائم بیماری های تنفسی به مراکز درمانی احواز مراجعه کردند. ایرج نظری معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور احواز با تایید این خبر گفته این بیماران سرپایی درمان شدند. پارسال نیز به دنبال بارندگی هایی که از آن به عنوان باران اسیدی نام برده شد، شماره زیادی از شهروندان احوازی دچار مشکل تنفسی شدند و به مراکز درمانی مراجعه کردند. آلودگی تاسیسات نفتی و صنعتی، آتش زدن مزارع نیشکر، انباشت زباله، سکون هوا و رطوبت 95 درصدی از جمله عوامل باران اسیدی در احوازند. محمد بخارایی رئیس هیئت مدیره جمعیت طرفداران ایمنی راه ها تصادف های را به قولی خاموش تشبیه کرد که در حال فروبلعیدن جان مردم است به خبر داده در سال گذشته 18 هزار نفر بر اثر تصادف های ای کشته شدند که 1800 نفر از آنان دانش آموز بودند. آقای بخارایی تلفات و تصادفات ای را فاجعه ملی نامیده و گفته 300 هزار نفر در سال گذشته بر اثر تصادف های ای مجروح و معلول شدند. ایران در تلفات ای در میان 180 کشور جهان رتبه 177 را دارد. برخی کارشناسان شمار تلفات جدی ایران طی سالهای اخیر را با تلفات جنگی برابر دانستند. با شروع فصل سرما و پس از تقاضای زندانیان برای نصب شیشه به پنجره اتاقها و همچنین تعمیرات سالن‌ها، مسئولان تعمیرات از زندانیان تقاضای پول کردند. یکی از زندانیان زندان رجای شهر طی تماسی به گزارشگر هرانا گفته فردی به نام آیدین شریعت مداری که مسئول تعمیرات زندان است بابت نصب تلقهای پلاستیکی که به جای شیشه بر پنجره ها می چسبد برای هر کدام بین 2000 تا 3500 تومان درخواست می کند و اگر این مبلغ از سوی زندانیان پرداخت نشود پنجره هایشان در زمستان بدون شیشه می ماند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور تعداد کسانی را که از دولت در مرحله دوم سبد امنیت غذایی میگیرند بیش از 7 میلیون و 800 هزار نفر اعلام کرده هیئت وزیران پیشتر اعطای مرحله دوم بسته حمایت غذایی را تصویب و به دستگاه های مربوطه ابلاغ کرد بر اساس جدول منتشر شده شماری از این افراد توسط دستگاه ها و نهادهای حمایتی و مابقی توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی شناسایی شدند توزیع مرحله نخست سبد غذایی با انتقادهایی در روش پرداخت روبرو شد یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی میگوید یک دکل حفاری نفت که در سال 90 به قیمت 87 میلیون دلار توسط شرکتی ترکیه به شرکت زیرمجموعه وزارت نفت ایران فروخته شده تحویل این شرکت نشده و اینک در یک کشور همسایه به کار گرفته شده است به گزارش خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی نادر غازیپور نماینده ارومیه گفت یک دکل نفتی به نام دین در سال 90 به قیمت حدود 80 میلیون دلار که معادل 240 میلیارد تومان است از کشور ترکیه خریداری شده که معلوم نیست در حال حاضر این دکل کجاست وی اضافه کرد خبرهایی در رابطه با این دکل به ما رسیده که حکایت از آن دارد که این دکل نفتی در یکی از کشورهای همسایه در حال فعالیت است چهارده نماینده مجلس نیز در نامه به علی لاریجانی رئیس مجلس خواستار پیگیری تحویل این دکل توسط وزارت نفت و شرکت تأسیسات دریایی ایران شدند. نادر غازیپور، جواد جهانگیرزاده، علی رزا محجوب، سید شریف حسینی، علی زارعی و حمید رضا فولادگر از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. بر اساس متن نامه این نمایندگان این دکل توسط شرکت تأسیسات دریایی ایران که از شرکت های زیر وزارت نفت است خریداری شده است. نادر غازیپور همچنین در مصاحبه با وبسایت ایران اکونا گفت که بر اساس قرارداد 20 درصد از بهای 87 میلیون دلاری این دکل حفاری به عنوان پیش پرداخت و 80 درصد باقی مانده نیز پس از تحویل دکل باید به شرکت ترکیه ای پرداخت می شده. با این وجود طرف ایرانی تمامی بهای دکل را به تدریج پرداخت کرده است. به گفته آقای پور این دکل باید در سال 92 تحویل ایران می شده اما با وجود گذشته یک سال از موعد تحویل و پرداخت بهای آن هنوز اطلاعی از وضعیت آن در دست نیست. وی تاکید کرد بنابر اطلاعاتی که ما در دست داریم شرکت ایرانی خریدار دکل هیچ تضمینی بابت تحویل دکل از فروشنده خارجی نگرفته است علی مروی رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت که این کمیسیون با نام نگاری رسمی با وزارت نفت در حال پیگیری موضوع مفقود شدن این دکل نفتی است خبرگزاری مهر در تیر ماه سال 91 در گزارشی مدعی شده بود که برخی از دلالان و واسطه سابق فوتبال به بازار خرید و فروش دکل های حفاری نفت و گاز ایران وارد شدند. اکبر ترکان معاون سابق وزارت نفت نیز در فروردین ماه 92 از افزایش هزینه خرید دکل های حفاری تا مرز 170 میلیون دلار به دلیل فعالیت دلالان خبر داده بود. هیئت منصفه یک دادگاه فدرال در آمریکا چهار محافظ شرکت بلک پاتر را به دلیل قتل 14 عراقی در سال 2007 مجرم شناخته است. یک محافظ سابق این شرکت به اتهام قتل و سه نفر دیگر به خاطر قتل غیر عمد مجرم شناخته شدند. این حادثه در سپتامبر 2007 روی داد زمانی که محافظان شرکت امنیتی بلک واتر برای باز کردن راه یک کاروان آمریکایی به روی غیر نظامیان آتش گشودند. در آن تیراندازی 14 نفر کشته و بیش از 17 شهروند عراقی زخمی شدند. شبکه خبری فرانسی زبان یورونیوز نوشت جان کری وزیر امور خارجه آمریکا برای ارسال پیام هشدار دهنده به روسیه عازم برلین پایتخت آلمان شده است به نوشته این شبکه دستکم سه هفته مانده به تا 25 مین سالگرد سقوط دیوار برلین جان کری و فرانک والتر اشتانمایر همتای آلمانی وی در خصوص بازگشت اروپا به تقسیم غرب و شرق به دنبال بحران اوکراین هشدار دادند جان کری و اشتان مایر به طور نمادین از بنای یادبود دیوار برلین دیدن کردند. شبه نظامیان وابسته به گروه موسوم به فجر لیبی بر شهری در جنوب غربی ترابلوس تسلط یافتند. منابع نزدیک به شبه نظامیان اعلام کردند در این درگیری ها دو شبه نظامی کشته و هفت تن دیگر زخمی شدند. از زمان آغاز قیام مردمی سال 2011 که به سرنگونی معمر قذافی دیکتاتور سابق لیبی منجر شد این کشور دستخوش نارامی های شدید بوده است با این خبر به پایان این مجموعه خبری می رسیم ممنونم که با ما همراه بودید شب و روز شما خوش